که هر جای دنیا در این زندگی میکنیم چی در ایران چی در اروپا چه در هر جای این دنیا آمریکا و آفریقا و هر جا که ما رو میبینین نیوزلند و استرالیا و هر جا ما رو میبینین امیدوارم که دلتون شاد باشه روزتون به شادی شبتون به شادی آغاز شده باشه بر برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما خداونداش شکر گذار سپاس گزارم برای این برنامه خداونداش شکرت می کنم که یک وقت دیگه به من دادی خداوند تا بتونم کتاب تو خداوند کلام تو بخونم به مردم بشنوم و کلام تو در قلبها ها آبیاری بکنی خداوند خداوند شکر شکرت می کنم از تو می طلبم ای روی پاک مسیح خداوند برنامه من هدایت بکن به هدایت بکن به حمایت بکنی خداوند و چی از زبانم بیرون میاد قدوس نام تو رو جلال بده شکرت میکنم همه اینا رو به نام پر جلال ایسای مسیح میطلبم آمین <applause> <applause> خب عزیزان شمالی شما چطور این همه چی خوبه همه چیز براست زندگی به کامتون هست یا نه امیدوارم که همیشه به کامتون باشه خب امروز هفته دیگه اومد اومدیم خدمت شما برنامه کلگب البته یه برنامه دیگه هم داریم دوشنبه ها که چه خبر از ایران میخوایم که شما عزیزان برای ما زنگ بزنین دوشنبه ها که به ما خبر بدین چه خبر از ایران اون برنامه کلگه به خبره ولی این برنامه کلگه به که کلام خدا رو میخونم البته اونجا هم یه ذره کلام خدا رو میخونم ولی بیشتر خبره اون <تصفح> کلام خدا رو برای تو به ایمان داریم که کلام خداوند برای راه های ما برای زندگی ما واقعا لازمه چون کلام خداوند رهنمایی میکنه ما رو چجوری زندگی بکنیم چجوری برخورد بکنیم به مثل انسانهایی باشیم که با انسانهای دیگر همزیستن به پیش هم چه همسایی باشه چه همسایه خونه به خونه باشه چه همسایه نمیدونم کشور به کشور باشه ما بالاخره با دوستی زندگی میکنیم با همسایگان کارگردان ما آقای یاسر عزیز دستش در نکنه واقعا برنامه ها خیلی فشورده است به این بنده خدا هم خیلی در زحمت میکشه حقیقتا دستش در نکنه واقعا از یاسر عزیزم ممنونم برای این برنامه برای کارگردانیش خب عزیزان من امروز نمیخوام اول از ایران صحبت بکنم میخوام امروز چون از ایران صحبت میکنی رشته کلام در میره بعدا وقت خیلی میگذره کلام و خداوند من میخوام بخونم نصفه میخونم بیزار اول کلام و خداوند بخونیم بینیم کلام و خداوند به ما چی میگه تا همین کلام و خداوند هم به این رهبران ایران میزنه و هم آدم های ظالم و آدم های بدکار و آدمهایی که ظلم میکنن روی زمین خود کلام و خداوند براتون میگه که چی چی میشه خود خدا میگه که این آدم ها چجوری امروز برنامه ما از حبقوی دو که میگه خداوند خدا بدکاران را نابود خواهد کرد مطمئن باشید قبل از که اینو درس شروع بکنم یه شعر براتون بخونم البته شعر آماده نکردم ولی همینجوری باز میکنم هر کدوم شعر اومد صد تا شعر هر کدوم اومد یه دونه براتون میخونم اومد ای مسی والا پیام انبیا میخونم اینو براتون امیدوارم که هم خدا خوشتون بیاد, بیاد هم شما خوشتون بیاد میگه ای مسی والا پیام انبیا ای مسی سر رشته و سما ای مسی بالاتر از مهر و صفا ای مسی سر رشته مهر و وفا ای مسی دریای سل و آشتی ای مسی باز آمدی تو از سما ای مسی جان تو خدایی تو خدای آسمان و این جهانی ای مسی ای خدای پر محبت ای مسی جان ای خداوند ای مسی این دعای صبحگاهی است ای مسی از نیاز زندگانی است ای مسی من عاشق نام تو هم ای مسی ای خدای زندگیم ای مسی مظهر پاکی حق ای مسی بره پاک پدر ای مسی جان بدادی بی ای مسی شو گویم در دعا ای مسی جان بره پاک خدا ای مسی سرور عدالتی و سلامتی شوق بر نام تو باد شوق بر نام تو باد جلال بر نام عیسی مسیح خداوند باد این از شعر ما جونم برای شما بگه که عزیزان بریم درس امروز رو شروع بکنیم ببینیم خداوند کلام خداوند به ما چی میگه هیچ چی بیتر از کلام خداوند نیست عزیزان هیچ چیزی باور بکنین کلام خداوند درس زندگی است واقعا درس زندگی است بس از حبقوی دو براتون میخونم از آیه چهار میگه این, این را بدان خدا داره میگه میگه این را بدان که بدکاران نابود خواهند شد زیرا به خود متکی هستند میگه این را بدان که بدکاران نابود خواهند شد زیرا به خود متکی هستند اما درستکاران زنده خواهند ماند زیرا به خدا ایمان دارند هللویا حقیقتا اونایی که با خدا را میرن به خدا ایمان دارن به چشیدن که خدای حقیقی وقتی دعا میکنی خداوند چجوری درهای همه درار برات باز میکنه و از مشکلات با آسانی آدم میگذرونه این خداونده نه های زمینی که خدای ما میشن که برای همونا سر و کله ما رو میشکنیم غمه میزنیم دیگر سینه چاق میزنیم حیوون میشیم در مقابل اونا این نیست میشه بتپرستی پرستی خدای واقعی اونی که وقتی باهاش صحبت میکنی باید صحبت بکنه حقیقتا میگه به درستی که ثروت خیانتکار است آنها با هر و وله مانند مرگ قوم ها را یکی پس از دیگری به کام خود میکشانند و اسیر میسازند و هرگز هم سیر نمیشوند دیدین این ثروتمندا بعض موقع ثروتشون خیلی زیاد میشه خیلی تعداد کمی است که واقعا ثروتمندن و ظلم نمیکنن. ولی بیشترشون به خصوص در جمهوری اسلامی که اینایی که به پول رسیدن از رای دزدی به علاوه یک آخوند سابق می اومد 5000 می گرفت توی خونه ها می خوند. حالا مثلا همین خاتمی نمیدونم این رئیس مجلس چهار تا برادرای لاریجانی اینا پول از کجا آوردن همین آقای خامنه ای چی داشت قبل از اینکه بیاد رئیس جمهور بشه بعد رهبر بشه همه آخوندهای دیگر اینا چی پولی داشتن تو حوزه علمی قوم چهار کتاب دینی خوندن اومدن بیرون اینا چی پولی داشتن وارث چیزی بودن نمیدونم ارسی به اینا رسید از آسمان به اینا پول رسید کجا پول رسید پولای مال مردم دزدیدن همین پر دیروز هم میگفتن که یک بانکی در ایران بانک مرکزی باید باشه دیگه میگفت چند میلیارد درهم دزدیده شده و گم شده یعنی هر روزه با این وضع اقتصاد هر روزه اینا پولا رو از بانگا میدزدن میبرن من کلام خدا رو دارم میخونم بچه هایا. نه اینکه از خودم چیزی در بیارم این چیزهای واقعی کلام خدا داره به بدکاران داره میگه میگه آنها با هر سو وله مانند مرگ غما را یکی پس از دیگری به کام خود میکشند و اسیر میسازند و هرگز هم سیر نمیشوند چقدر این قومای سیستان و بلوچستان و قومای خوزستان و گیلان و آذربایجان و لور و نمیدونم جای دیگر چقدر اینا رو دارن اذیت میکنن یه مدرسه براشون نمیسازن این همه پول میدوزن با چهار مثلا توی سایدای مجازی میبینی توی سرا واقعا خدا به اون معلم برکت بده که تو سرا روی دیوار داره برشون اینات روی نشستن رو زمین رو دیوار داره براشون اینا رو درس میده واقعا خدا به اون قوت بده خدا به اون برکت و سلامتی بده واقعا خداوند به اون حکمت بده که حقیقتا زندگیش اینقدر خوب باشه که با همون قلب خوبش که بچه ها درس میده میگه اما زمانی خواهد آمد که همه این اسیر شدگان آنها را تمسخر کرده یعنی اینایی که زیر دست اینا اسیرن زیر دست همین آخونده همین دوزایی که اونجا دزدن به مردم پول و مردم و غارت دارن میکنن میگه روزی خواهد رسید که اینا همین مردم بیچاره این آخوندها یا این سیودمنده های بدکار و ثروت بد نیست کسایی که نمیدونم دارن کاسبی میکنن بیزنس این و اون میکنن ثروت بد نیست از رای حلال دارن در میاد را در از رای فکر خوب خودشون بیزنسمنن دارن پول در میارن اینا بد نیست میگه بدکاران یعنی اونایی که ثروتمندن و کارهای بد به کارهایی میکنن که ظلمه کارهایی میکنن که پول مردمو زندگی مردم نابود میکنن اون چیزش میگه بده تمسخر کرده خواهند گفت ای کسانی که مال و ثروت مردم را به زور از چنگشان در آورده اید اینا رو همه خداوند در کلامش داره میگه خداوند کلام و خدا این باید باشه در هر وقتی که کلام و خداوند بخوری بخونی به یک جا بخوره به یک مثلا همین الان به جمهوری اسلامی به آدم های بدکار دو هزار سال پنج هزار سال پیش این کلام نوشته شده ولی باز وقتی میخونی کلام کلام زنده است هر لحظه زندگی رو داره برای صحبت میکنه اینی میگن کلام زنده خدا نه یک کتاب مثلا میخونی که میگه آقا برو نمیدونم دروغ مسلحتی بگو نمیدونم برو فایشگیری بگو نمیدونم برو سیغه بگو به عنوان قانونی یا نمیدونم آدم بکش یا تو سوره نسا داره میگه که زن نمیدونم میتونی طلاق بدی میتونی بزنی میتونی داغونش میکنی میتونی در خود سوره نسا میگه میگه مرد میتونه چهار تا زن بگیره این چیزها رو نمیگه خداوند شما گوش بدین بیم خداوند کلامش باعثی گفتی یه چیزی بگه که درس زندگی برای آدم باشه میگه ای کسانی که مال و ثروت مردم را به زور از چنگشان در آورده اید اینک به سزای ستمگری ها و غارتگری های خود میرسید ایمان دارم که خداوند اینایی که اینقدر ظلم داره میکنن بی سزا نمیذاره اینا رو ایمان دارم اینا فکر میکنن که از حکم الهی در میرن حکم الهی نیست آقای خامنه ای که اونجا وایسی بگی که منی که از حق دارم صحبت میکنم از خو... کلام خدا صحبت میکنم و هم فکر تو نیستم یا خیلی های دیگر هم فکر شما نیست بیان اونجا اعدام بشن که وظیفه الهیشون اجرا بکنن این نیست در این کتاب مرگ برای خداوند کسی نمیخواد میگه حتی عیسی مسیح میگه برای دشمنای خود دعا بکن برکت به طلب برای دشمنت خیلی سخت آدم برای دشمن خودش برکت و سلامتی به طلبه ولی عیسی مسیح اینجوری تعلیم میده با آدم از جون خودشم میگذره نه فقط حرف زد تعلیم داد وقتی از جون خودشم هم گذشت که تمام گناه های بشر ورداره خون خودشی بریزه تعلیمات یعنی این بعد از دو هزار سال سه هزار سال دو هزار سال عیسی مسیح بعد چهار هزار سال هبقو سه هزار سال پیش هم گفته دو هزار سال پیش هم گفته باز کلام کلام زنده است اینی میگن کلام زنده میگه ای کسا، کسانی که بر دیگران ظلم کرده اید گوشتون بشنوه خدا داره بهتون میگه کسایی که به دیگران ظلم کرده اید طلبکاران تا ناگام برخواسته بر, بر سرتان خواهند ریخت و شما را درمانده و شد <applause> و شما را که درمانده شده اید غارت خواهند کرد همین آدمایی که الان ظلم میکنیم بر اینا آقایان حکومت دارا شما فکر میکنیم مادام عمر روی این حکومتین همین حالا که به مردم بیچاره در این ظلم میکنین ملت پول ملت میدوزین جان ملت میگیرین همین حالا به شما داره میگه همین آدما برخواسته چنان بلایی سر شما میارن این کلام خدا داره میگه که شما اون روز هر سراخی رو هر جایی که میخوای فرار بکنی حاضری تمام زندگی تو بدی بری اون تو اون سراخی که کسی بهت نرسه دست کسی بهت نرسه بترس از اون روز که خدا اون روز میاره و این مردم پا میشن بر علیه شما شما رو میندازن بیرون این ایمان دارم من بسیاری از قوما را غارت کردید و حال بقیه قوما شما را غارت کرده شما همین حالا در سوریه دارین آدم میکشین مردم بیچاره کردین غارت کردین مردم آواره کردین توی عراق دارین هنوزم مردم بدبخت عراق که پاشوده اونا رو دارین میزنین دخالت میکنین که اونا رو هم اذیت بکنین اینا همسایگان شمال میگی بسیاری از قوما را غارت کردید و حال بقیه قوما شما را غارت خواهند کرد چرا مردم عراق و سوریه و لبلان و فلانجار را دشمن ایران و ایرانی میکنین شما یک رژیم این ولی اون کشورها را دشمن خودتون دارین میکنید دشمن شما که هیچی دشمن ملت ایران و ایران داریم میکنید در صورتی که ایرانیان نه دشمن کسی نه ایران کسی رو میخواد کشور دیگر بگیری بیاد خیلی اون موقع روسیه کلی از کشور ما رو برداشت برد همین حالا هم داره برمیداره میبره میگه زیرا خون مردم را ریختین و سرزمین ها و شهرها را با مردمشون نابود کرده اید امروز یک تصویری داشت نشون میداد همون جایی که میگم منطقه سبز نمیدونم چی اون بالای پشت اون که همین الشعبی عراق که با ایرانیا میزدن مغز مردم رو خورد میکردن همین رژیم نه ایرانیا ببخشید من میگم ایرانی برای اینا ایرانی اگه باشن این کار نمیکنن رژیم ایران که اونجا تکتیر انداز گذاشته بود مغز با رو با تیر میزد لبلانی ها امروز همه اومدن بیرون با شادی میگم آقا ما اصلا حکومت دینی نمیخوایم نمیدونم هزبولای لبلان باید بره کشور ما رو خراب کرده از نظر اقتصادی از نظر همه چیز دارن میندازن اونا رو بیرون مردم آگاه شدن مردم دیگه فهمیدن این چیزا رو که مذهب کذایی اسلام کلی مردم داره نابود میکنه منطقه رو داره نابود میکنه جهان رو داره نابود میکنه همین اسلام مردم باید این اسلام بشناسن به خدا این رژیم آورد که اسلام شما بشناسین اگه چهل سال در این سختی میکشین عوضش نباشه مادام و عمر سختی بکشین اینو بشناسین که اسلام چی دینی است که تمام دنیا رو میخواد خراب بکنه شما نمیبینین اسلامی های تروریست بوکو و نمیدونم القاعده هزار تا کفت زرماری که اینا برای خوشون گرور درست کردن داعش و چی و چی و طالبان و حزب الله و نمیدونم الشعبی و نمیدونم اصد و ال نمیدونم چی چی و همش نابودی ملت و مردم میخوان هیچ وقت نمیخوان برای کسی کار انجام بدن اگه به عقیده خودشون بله میس خودشون عقیده داشته باشه اوکی ولی اگه بر ضد خودشون موقع خودشون باشه موقع حجری خودشون باشین بر علیه شما به خانواده شما به همه چیز رو میخوان نابود بکنن ولی خدای زنده نمیخواد نابود بکنه میگه شمایی که دارین غارت میکنین مردمو همین مردم پا میشن شما رو غارت میکنن به سزای اعمالتون میرسونن همین مردم چقدر خوب آدم امروز برگرده به سوی ملت این دولت مردا برگردن به سوی ملت و واقعا ملت ببین چقدر جانفشانی براشون میکنن اگه برگردن به سوی ملت این اصلا منطقه رو ویل بکنن ما کاری به منطقه نداریم به سوریه و عراق و نمیدونم فلانجا کاری به این چیزا نداریم لبلان بریم اونجا اسرائیل بزنیم اونجا بریم نمیدونم عربستان بزنیم اینجا وایسیم نمیدونم مردم انقلاب نکنم به ما چی ربطی داره ما الان کشوری هستیم بهترین کشور دنیا بدبخترین کشور ملت داریم الان میگه وای بر شما که از راه نادرست ثروت اندوخته اید تا زندگی امن و راحتی داشته باشید فکر میکنین که زندگی امن و راحتی داریم با این ثروت دزدی شما یا دزدی دین رفتین کشورهای دیگر میگه وای بر شما که غما را نابود کرده زیرا ننگ و نابودی برای خود به بار آورده اید وقتی میگن چی میگن پدر کشتی و تخمکین کاشتی پدر کشته را کی به آشتی وقتی تخم کین میکاری وقتی ملت رو غارت میکنی کشوری رو نابود میکنی چرا عراقی ها باید اونجا الان عراقی ها فهمیدن که ایرانی ها نیستن این رژیم ایرانه مثل قاسم سلیمانی اینان که اونا رو میزنن اول میگفتن ایرانیا نمیدونم فلان الان ولی عوض کردن شعارشون رو فهمیدن که ایرانی این کار نمیکنه ملت ها با هم دوستن ملت ها نمیخوان دیگه رو نابود بکنن این دولت های مثل جمهوری اسلامیه که میاد میخواد ملت های دیگر هم نابود بکنه کار اسلام نابودیه از 1400 سال بگیرین تا حال کار اسلام نابودیه حتی سنگ دیوار و تیرای سقف خانهتان بر ضد شما فریاد برمی آورند همون خونه رو که ساختین از دزدی از غارت مردم از کشتار مردم همون دیوارا خدا میگه همون دیوارا بر علیه شما شهادت میدن بر علیه نابودی شما شهادت میدن میگه وای بر شما که شهرها را با پولی که از رای آدمکشی و غارت به دست آوردید میسازید یک شهرکی توی این تهران تو اون پشت و کوها درست کردن شهرک خیلی بزرگ اول هیچ کس نفهمید الان مردم فهمیدن رفتن فیلم برداری کردن که مثلا یزبولای لبلا نه نمیدونم عراق نمیدونم فلسطینی رو اونها رو بیارن اونجا اسکان بدن ملت ما بدون زلزله زدگان هنوز دو سال سه سال زلزله زده مردم خونه ندارن شما میخواین غریبه ها رو بیانین اونجا برایشون خونه درست بکنین اونا رو نمیخواین به در دارین کمک نمیکنین که میخواین نیروی ضد مردم درست بکنین میخواین اونا رو بیانین بر علی مردم هر وقت بخ دلتون بخواد اونا رو بر علی مردم تفنگ بدین که مردم بکشن شما کارتون نابودیه میگه زیرا دارایی خدا نشناسان دود شده به هوا میرود و دسترنج آنان نابود میشود اینه بدونین که هم دسترنج شما نابود میشه از دسترنجی ندارین شما هر چیز از, از دزدیه شما کاری برای این پول انجام ندادین بگیم یک کار کوچیک انجام دادیم برای این پول این پولا رو برداشتین مسئله نیست ببینین دزدی همه جای دنیا میشه دزدی همه جای دنیا میشه هیچ جا نیست که دولت ها دزدی نکنن ولی اگه دزدی هم میکنن 20 80 درصد برای مردم خرج میکنن 20 درصد دزدی هم کردن همون یه کارخونه درست میکنن تو کشور خودشون که 100 نفر بیان کار بکنن حداقل نه شما که هر روز داریم میدوزیم میبرین از ایران بیرون همین دیروز خود دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد چند ست من نمیدونم میلیارد در هم از بانک مرکزی گم شده خب این پولا رو کی میدوزه کی آدم عادی که نمیره تو بانک بدوزه که سه نفر هم خودشون اعلام کردن سه تا اسم گفتن که این سه تا مجرمن ما اینا رو مثلا میگیم شاید اینا دوزی باشن آه سه نفر کارمند اونجا که همینجوری نمیتونن یه بانک بدوزن برن که اگه شما دست نداشته باشین که مردم ما همه اینا رو فهمیدن فقط ملت ما یک دونه الان کار میتونن بکنن فقط با اتحاد خودشون با میلیونی آمدن بیرون میتونن این رژیم بیندازن خودشون آزاد بکنن ملتشون دولتشون دولت جدید بیارن دیگه نمیدونم زندگیشون آزاد بشه تا ملت اینجوری بمونه میدونم شما نابود کننده این شما هیچ جا جایی درست نمیکنین که مردم راحت باشن این همه جوانای تحصیل کرده همه بیکارن زمان شاه اگه شما دیپلوم می سربازی می رفتین، کار براتون آماده بود همون گونه که آبها دریا را پر میکنند آبها دیدید دریا سه چهارم زمین آبها آبند روی زمین میگه زمانی خواهد رسید که درک و شناخت عظمت خداوند جهان را پر خواهد کرد یک مدت همه میفهمن که واقعا خدای عظیمی داری چه خدایی است که واقعا میشناسی و موقع شناخت خداوند عظمت خداوند میشناسین بعد به این خداوند ایمان میارین کسایی که تو ایران به عیسی مسیح ایمان میارن برین روی سخنانشون بشینیم بین از شیرینی که به زندگیشون وارد شده بین این چی صحبت هایی میکنن کلام خدا یعنی زندگی تو تحول ایجاد بکنه زندگی تو عوض بکنه این میگن کلام خدای زنده نه کلامی که به من میگه برو سیقه بگون فایشه گیری بگون قانونی نه کلامی که به میگه اگه یه نفر عقیده ای تو نداره سرش ببر سرکلش بزن بکشینو نه میگه جایی که منفعت تو نیست دروغ بگو به مردم کلک بزن سر مردم کلا بیزار یا برو چهار تا زن بگیر من نمیدونم این خانوما چرا قرآن نمیخونن که تمام این اسلام بر علی خانوم است ولی خانوما ازش دفاع میکنن <applause> خیلی یا من یه جایی وایزم که ببینم همه بر علی منن ولی من از همه اونها دفاع بکنم مرد وای با میگه بابا با اینجا همه بر علی تو دارن صحبت میکنن بر علی تو دارن صحبت میکنن تو چی میگی آخه بر علی تو دارن میزنن تو داری دفاع میکنی از اونها، خانومای من همینجوری شدن البته خیلی ها برگشتن ولی خب خیلی ها مثلا 20 تا 30 درصد هم هستن اینجوری ان حیفه بریم بخونیم واقعا اگه یاسر جان آماده باشه یه سرود گوش بدیم برگردیم به شما عزیزان به هر ما داریم میگیم از کلام خدا براتون میخونیم عزیزان واقعا میگم سرد کلام خداون چیه مار سپاه ما ایسا او خدای جنگ ازانه خداوند ما مشکلت میخوام نگاه کنی چش تو چشم تو چشم شیطان این بزرگترین کاریه که تو قراره بکنی و با پیروزی و اقتدار بگی جنگ ازانه خدا بند ما هست نگاه کن بهش نگاه کن چش تو چش جنگ ازانه خدا بند ما هست یک بار دیگه نشستین از کلام خداوند که تعال براتون گفتیم لذت بودین و مثل من چایهاتون براست اینجا چایم هم گذاشتیم ما که قرطی میزنیم چای رو شما هم چایی رو نگه داریم بخورین که از کلام خداوند بشنویم و در زم عزیزان هر جای دنیا که ما رو میبینین ما رو سپورت کنین لطفا تا ما بتونیم برنامه های متنوع بیشتری به شما ارائه بدیم به شما عزیزان اون چیزی که از ما میخوایم براتون بذاریم فیلم ها... الان هم میذارم فیلم سینمایی کارتون شو تلویزیونی از کلام خداوند من چند نفر دیگه میان میخونم براتون و برنامه های متنوع بیشتری براتون بذاریم وقتی به ما کمک بکنین هم شما شریک هستین در رساندن کلام خدا به ملت ایران به مردم ایران که از, از تو اسارت دین اسلام هستن بیان بیرون و بعد اصلا تو اسارت هر دینی هستن بیان بیرون به خدای زنده رو بشناسن به خدای زنده پادشاه زندگیشون باشه به زندگیشون عوض بشه ما دین داریم تبلیغ نمی کنیم عزیزان اینجا دین نیستین این, این شناخت خدای زنده است و رای خدای زنده است که به شما داریم نشون میدیم ویلا ما نه دینی داریم من اصلا هیچ ل... بقول من لا مذهبم اصلا هیچ مذهبی ندارم مذهب نیست من فقط رای مسیری میرم که به من میگم مسیحی هیچ کاری به اون شبهات مسیحی ندارم من من به من میگم مسیحی من یک مسیح هم دنبال روی مسیح و میخوام که روز به روز میسه مسیح بشم و شما عزیزان به ما کمک مالی بکنین لطفا هر جای دنیا هستید به کلام خداوند با ما شیر بکنین که ملت ما نجات پیدا بکنن وقتی به کلام و خدای زنده ایمان میارن خود مردم عوض میشن ما به کمک های شما احتیاج داریم که تلویزیون ما رو بهتر و بهتر بکنیم که شما خوشتون بیاد تلویزیونی باشه که هم سریال برای شما بیذاره هم فیلم سینمایی الان هم میذاره ولی بیشتر بتونیم بکنیم وقتی از نظر قدرت مالی از قوی باشیم میتونیم بیشتر براتون برنامه های متنوع بیذاریم و ما نامپرافت هم هستیم هر کس هم که میخواد مثلا به ما کمک بکنه بهش کاغذ میدیم که تکس رایداف بشه به هر حال شما اگه پولی به ما میدین تو جیب ما نمیره بلکه تلویزیون داره درست میشه به کلام خداوند خرجایی که داره برای کلام خداوند انجیل میفرستم به همه جا نمیدونم خرجایی که از این صورت نمیدونم کارمند اینجا باید باشه که کارگردانی دیگه کارهای فنی دیگر انجام بدن به حال شما میدونم هر یک دلاری که به این تلویزیون کمک بکنین به کلام خدا در کمک میکنین و ایمان دارم که خدا زیر دین هیچ کدوم ما نمیمونه وقتی کمک مالی میکنیم خداوند صد برابر هزار برابر بیشتر خداوند به ما میده این ایمان دارم من به حال ما میخوایم برنامه هایی براتون ارائه بدیم که خوشتون بیاد داشتم از هبقوی دو میخوندم که خداوند بدکاران را نابود خواهد کرد به تال خوندیم خیلی هم شیدین از کلام خداوند براتون گفتیم به اینجا رسیدیم میگه که وای بر شما که همسایگان از آیه پونزده وای بر شما که همسایگان خود را در زیر ضربه هایتان مانند آدم های مست بیال و گیج میکنید و در آن حال از رسوایی آنها لذت میبرید این رژیم آخوندی چقدر الان تو عراق و سوریه و جای دیگه داره بدبختار میکشه یا نمیدونم کارهای خلاف میکنه که هم اونا رو مست بکنه بزنه بکشه و شادی بکنه ولی بعد از این خدا به این چی میگه <coughs> میگه گیج میکنید و در آن حال از رسوایی آنها لذت میبرین الان در حکومت نشستین یا آدمایی که نمیدونم مزدور جمهوری اسلامی از این پول مزد میگیرین از جمهوری اسلامی بیاین که مردم نمیدونم بچه هایی که یه ذره ماهاشو معلومه اسپری فیلفیل میزنین یا بلگت مال میکنین یا میزنین اونا رو وحشیگری میکنین شما رو داره میگه خداوند میگه به زودی و جلال خود شما به ننگ و رسوایی تبدیل خواهد شد و شما پیاله داوری خداوند را خواهید نوشید و گیج شده به زمین خواهید افتاد اینه داره خداوند براتون میگه ای آدمایی که مست اون دوزیا و پولداری شما هستیم مست این که الان وضعتون خیلی خوبه به هر کس در این ظلم میکنین به همسایاتون به قومهای دیگر به ملت ایران پول ملت ایران این همه پول داریم میدیم برای حزب الله و یمن و سوریه و الشعبی و نمیدونم کفت زهرما رو تروریستا میدین به شما داره میگه میگه به زودی به زودی به زودی به زودی پیاله داوری خداوند را خواهید نوشید و گیش خواهید شد اینو خداوند برای شما میگه بس یه ذره فکرتونو باز بکنید چشمتون باز بکنید یز برگردیم به طرف ملت خدمت بکنیم به ملت سن سال نمیشناسه دیروز توی ورزشگاه توی ورزشگاه نبود توی این همین سالونایی که ورزش میکنن یه بچه سی ساله توی جاکوزی نشسته بود سکته کرد مرد شما کی, میدونه دو دقیقه دیگه زنده است یا نیست چرا به خودتون میبالین به پولتون میبالین به قدرتتون میبالین با چه سی ساله سکته قلبی کرد مرد به چی چی تو مینازین به این بدنتون یا به پولتون یا به مقامتون مینازین که ثابت نیست لحظه ای ثابت نیست که میره میگه تمام جنگلار نابود کردین حیوانات آنجا رو به وحشت انداختین چقدر این جنگل ها الان شما نابود داری میکنین ویلا سازی و خونه سازی پول مردم دزدیدین آقایی که کارمند دولتی آقایی که وزیری چقدر پول میگیری مگه اینقدر پول داشته باشی بری هر جا دلت خواست بخری هر جا دلت خواست تصرف بکنی جنگل نابود بکنی جنگلی که اکسیژن میده به مردم هر جنگلی که الان پشت سر من دارین میبینین این جنگل‌های به این زیبایی رو شما چرا خراب میکنین آخه برای که یک تو خونه درست بکنین اون دو تا خونه رو چهار تا خونه رو میبینی اونجا درست کرده اونها محلی ان که پول داره اونجا رو همه از بین ببرن که خونه درست بکنن فکرشون کار میکنه دولت های اینجا برای مردم کار میکنن چون مردم اینا رو نشندن. ملت ما این جمهوری اسلامی نشون ملت ما اون موقع پنجه ناآگاه بود روی چی بگم روی اون نادانی خودشون اون مذهب کذایی که داشتن فکر میکردن خمینی کیه فکر میکردن که اینا رو بیارن از خدا حکومت نباید مذهبی باشه هر مذهبی باشه الله میگی تمام ایوانات جنگل ها رو به وحشت انداختید پس حال برای تمام آدم کشی هایی که و ظلم و ستمی که در سرزمین ها و کردید وحشت زده کشته خواهید شد بترسید از اون روز واقعا بترسید از اون روز ملت وقتی اتحاد پیدا بکنن ملت ما پاشن زنجیربار به با هم بر علیه شما بترسین از اون روز که به زودی زود ایمان دارم ملت ما از این خواب بالاخره پا میشن اتحاد به خرج میدن بلند میشن بر علی شما بترسین از اون روز که خیلی نزدیکه چقدر ظلم چقدر ستم چقدر دزدی کجا میخوایم ببرین این پولو بابا یک پنی رو نمیتونیم با خودتون ببرین جون خودتونم نمیتونیم ببرین باید تو خاک بذارین چرا اینقدر هرس و تمام میزنین برای چی چی بشه <تصحیح> کی براتون ثبت کرده که تا عبدال در زنده میمونین به خدای زنده ایمان بیارین که پاسپورت دستتون باشه فقط یک مور بزنین برین اون طرف بهشت اصلی دنیا اونوره زندگی اونوره اینجا یه علت گفتم سی ساله مرد 6 ساله 25 ساله 40 ساله 80 ساله 100 ساله میگذره مثل برق میگذره 8 میلیون آدم مردن یک روز سه روز 15 دقیقه 60 دقیقه مردن رفتن اون دنیا رو دیدن اومدن برای شما تعریف میکنن اینا رو گوش بدین برین سرچ بکنین روی گوگل اکسپیرینس بعد از مرگ بهتون میگه میگه از پرستش بوتها بوتهایی که به دست انسان ساخته شده چه فایده ای بردید واقعا چه فایده ای بردید این قبرها رو براتون تزیین کردن درست کردن طلا زدن فلا چی فایده ای بردین چی میرسه به شما که مبد تو چوب و اون طلا رو بگیری حاجت بخوای ازش از خدای زنده که تو رو آفریده نمیخوای از اون مرده میخوای که تو رو شفا بده یا تو رو نجات بده این در خداوند داره براتون میگه میگه از پرستش های پرستش بوتایی که به دست انسان ساخته شده چه فایده ای بردین یه ذره بجینین فکر بکنین اونایی که اینقدر نمیدونم الان رگای گردنتون زده بیرون دارین داد و فریاد میکنین چی میگی تو اسلام دین خوبیه اینا آخوندا خوب نیستن نه درخت از ریشه خراب عزیزان که میوه خوب نمیده میگه درخت خوب از میوهش میشناسن بریم بخونین نگاه بخونین با فکر بخونین نگاه بکنین ببینین واقعا که این کجا شما رو میبره خداوند داره همینی میگه از پرستش بتایی که به دست انسان ساخته شده چه فایده ای برده این آیا آنها توانستن چیزی به شما یاد دن یک مرده چیزی به تو یاد میده یا بارگاهی که الان هزارتا تا بود الان شد 15 هزار تا به تو چیزی یاد میده یا پول شما رو عقل شما رو دارن میدوزن میخوان هم پول شما رو بدوزن عقل شما رو بدوزن که شما رو در سطح پایین نگه دارن شما همه میفهمین باسوا میدونن که ایرانی ها همه فهمیده و باسوادن همه تشخیص میدن همه چی رو به خصوص اون خانوما شما که اسلام بر علیه شماست شما دیگه چرا دو نخ موی من معلوم میرم جهنم اینا همه چرت پرده برای شما مرد همه جای بدن زنه همه جای بدن خودشی نشون میده از موهاش رو روسری میذاره اونا رو میگه همه ببینه اشکال نداره از اینجا به پایین هر که ببینه موی من نبینه آقا این چی طرز فکریه آیا آنها توانستن چیزی به شما یاد دهند چقدر نادام بودید که به ساخت دست خودتان توکل کردید یه مردر تزیم میکنین روش میرین آخه میگه آخه نادانسته دارین این, این کار میکنین خدا هم همینی میگه نادان یعنی نادانسته یعنی نمیدونین متوجه نیستین وای بر آنانی که از بتهای چوبین به بیجان خود میخواهند که به پا دیشان را نجات دهند اینا ما را نجات نمیده امروز که ما بدبختی و بیچارگی داریم میکشیم از دست این رژیم اتحاد ما ایرانیا و شعور و فهمیدن ما ما را نجات میده که ما بفهمیم دیگه از اون نادانسته ها بیایم بیرون بریم بخونیم عزیزان وقتی کلام خدا به تو نمیگه برو دروغ بگو برو کلک بزن برو زنا بکن همه چی رو به نام خدا اصلا خدا همچی چیزی نمیگه یا یه مرد بره چهار تا زن بگیره یه زن دیگر ولش کن چهار تا زن فقط به حوس و شعودرانی خودش اینا رو خدا نمیگه خدا این چیزهایی داره میگه که من اینجا براتون میخونم میگه چقدر نادام بودید که به ساخته دست خودتان توکل کردید وای بر آنانی که از بوتهای چوبین و بی جان خود میخواهند که به و به ایشان را نجات دهند از سنگهای بی زبان انتظار دارند که سخن بگویند و ایشان را رهنمایی کنند و بیرون بوتها با طلا نقره پوشانیده شده است ولی در درونش نفسی نیست عزیزان تو این بارگاه ها بگید درونش نفسی نیست دورورش و سایرش عمل طلا نقره میکنن میگه شما از اینا چی انتظار دارین که برای شما چیکار بکنن اینا مرده چی میتونه بکنه برای شما اگه اون بارگاه چی میتونه براتون بکنه عزیز فکر تو به کار بنداز برو بخون همین کلامم هم که میگم کلام کتاب مقدس رو بخون ببین خدا چی درس هایی به زندگی تو میده بگیم ببین واقعا چی درسی خداوند به آدم میده میگه خداوند را به پرستش بگونی که در خانه مقدسش تمام جان در حضورش باید خاموش باشن فقط با خدا راز نیاز بکن بشین یه کنار اینایی که دارن میدوزن میکشن میزنن همه رو به اسم این اسلام دین اسلام اومدن مال دارن نابود میکنن همه اینا دارن به اسم میگن که نمیدونن بیا با اونجا اینقدر پر اینا اینقدر پر اینا خاتمی کیه این خاتمی یکی از بر آخوندهایی که امامه بسره میگه مردم غلط میکنن میخوان انقلاب کنن مردم غلط میکنن که میخوان با ببین این آخوندها چقدر وقی شدن ببین چقدر پررو شدن اینا آخوندهای پاینزاری اینا کی میتونستن همچین پولای ببینن کی میتونستن ببینن کاخ سلطنی دست محمد رزا شب بدبخت اون کاخ نیاورانده هیچی نیست در مقابل ساخت کاخ های اینا ها. هیچی نبود باور بکن بدبخت اسمش در رفته بود اگرم بابا اون موقع دزدی هم کرد عوضش هزارون خدمت کرد به ایران میگم اینجا همه دولت ها می ولی خدمت بکنم به ملت خودشون نه بدوزدن ببرم بیرون پولو اگرم میدوزدی دزدی کار خوبی نیست که خدا میزنه تو گردن تو دسته تو سرت بلاخره تقاسش پس میدی ولی همونجا یه کارخونه درست بکن بیزیاد 100 نفر بیان نون بخورن تا کی میخواین زور بگیم به تمام جان الان هم نمیدونم مردم جان داریم با بمب هسته ای خودتون دارین تهدید میکنین ما چهار تا فیوز چهارم مرحله چهارم هم میریم خود تو معلومه وایزی بمب اتم درست بگونی بدی به تروریستا و مردم بگوشن معلومه تو داری به جان داری میگم چی چیزی چجوری چی جان میذاره تو همچی کاری بگونی صد درصد جان جلوی تو میمونه چرا ملت ما رو کشور ما رو در خطر میندازی چرا سهم ملت ایران رو میدی به این روسیه دوست به این چین جنایتکار آخه چرا میدیم به اینا اگه اونا چیکار کردن برای ملت ایران بجز که همش اومدن دزدیدن رفتن دزدیدن رفتن هر وقت پاشون به ایران رسید دزدیدن رفتن با سناریوی انگلیسی ملت یه ذره به هوش باشین این سرمایه مال شماست در ایران ایران مال شماست هر که داریم مال شماست یه ذره هوش باشین یه ذره با... واقعا هوش و به کار بیندازید بابا بس چهل سال دزدیدن زدن کشتن بس دیگه چهل عدد خوبیه برای چنج کردن باور بکنید همیشه در چهل خداوند همیشه در این چهل سال چهل سال چهل سال چهل سال درست و اگه یادتون تو موسا در چهل سالگی اومد موسا در چهل سال این قوم آورد ایسای مسیح در چهل روز بسپسه بس شد و عزیزانی که برنامه ای ما رو میبینید دوشنبه های یادتونه نه دوشنبه من برنامه کلگب چه خبر از ایران دارم که لطف بکنین برای ما زنگ بزنین و خبرهای تازه برای ما بدین که دوشنبه ساعت ده من برنامه دارم به وقت لس آنجلس نونی میشه به وقت ایران به وقتهای دیگه اروپا نیوزلند استرالیا دیگه وقتاش نمیدونم خبر به ما بدین که ما خبرهای دست اول و هم شما به ما میدیم به مردم میگیم هم مردم هم متوجه میشن چی خبره در ایران اون برنامه کلگه چی خبر از ایرانه برحال دوستتون دارم تمام این داد فریاد نبود البته تمام این گفته من به خاطر اینکه میخوام ایرانی من سربلند سرفراز شاد به ایران من سربلند باشه باور بکنین از این قلبم دارم میگم عاشق ایران و ایرانی هم عاشقم که ایرانی من خوب زندگی بکنه چی کم داریم از دمام دنیا ما لیاقت اینه داریم بهترین حکومت داشته باشیم بهترین زندگی رو داشته باشیم چون خدا کشوری به ما داد بهترین کشور و ثروتمندترین کشور به ما داد زیباترین کشور به ما داد یه ذره به خودوتون و تون به ایرانتون فکر بکنید دوستتون دارم شما رو به خدا میسپرم تا وقتی دیگر بدرود تا درودی دیگر مرسی که ما رو نگاه کردیم <تصفح>